هر شام صلیب صبح قیامی دارد، شیطان به عجب کینت خامی دارد. گفتا که مسیح بمرد بشد کار تمام، هر قطره خون حق پیامی دارد. وطندارای عزیز، سلامتی خداوند سرور سلامتی عیسی مسیح کت تمامی شما باشه. در هر جایی که هستین خدا شما را دوست داره و او امروز میخواه که کت شما از کلام مقدس خود صحبت بکنه. بله، از کلام مقدس خود خدا میخواه با شما صحبت بکنه. خدا را شکر میکنیم به خاطر کلام مقدسش که او بر ما انسانها، در دست ما انسانها گذاشته تا که ای رهنمای کامل ما باشه. اما قسمی که در کلام خدا بارها ما میخوانیم، مطالعه میکنیم که کلام خدا روح ما را تازه میکنه، کلام خدا زندگی ما را تغییر میده، کلام خدا روشنایی است، نور است، کلام خدا چراغ است، کلام خدا ما را از گناه ها نجات میده، کلام خدا پیام صلیب عیسی مسیح را برای ما میده. پاولوس رسول برای ما در کلام مقدس خدا میگه خدا در حکمت خیش چون این مقرر فرمود که دنیا نتواند با حکمت خود او را بشناسد، بلکه صلاح دانست که به وسیله همین پیام پوچ و بیمعنی ما ایمانداران را نجات بخشد. یهودیان خواستار معجزات هستند و یونانیان دانش و حکمت را دنبال میکنند، اما ما مسیح مصلوب شده را اعلام میکنیم. اما ما مسیح مصلوب شده را اعلام میکنیم. نه حکمت انسان ها و نه هم معجزاتی که مردم میخواید. که اگر مثلا اگر من یک معجزه ببینم، من ایمان میارم امروز بالا عیسی مسیح. اگر عیسی مسیح مرض شفا بده، من ایمان میارم بالا عیسی مسیح. اگر عیسی مسیح امروز یک معجزه نشان بده که برای من یک ویزا داده شوه برای فلانی کشور، من ایمان میارم. خداوند برای ما کاملا پیام مختلف داره از کلام خدا، بالاتر از هر فکر انسانی، خواست انسانی و حکمت و فلسفه انسانی. او برای ما مسیح مصلوب شده را، مسیح مصلوب شده را اعلام میکنه. او میگه که من شما را اینقدر دوست دارم، اینقدر دوست دارم که به خاطر از این دوستی زیاد من به صورت انسان در میان شما آمدم. عیسی مسیح. از همون خاطر است که پاولوس رسول از روح عیسی مسیح ای الهام میگیره و میگه اما ما مسیح مصلوب شده را اعلام میکنیم. ای برادران، فصل دوی اول قرنتیان. ای برادران، وقتی من برای اعلام اصرار خدا به نزد شما آمدم، با فصاحت و حکمت انسانی نیامدم. بله، با فصاحت و حکمت انسانی نیامدم، زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شما هستم همه چیز جز عیسی مسیح و آن هم مصلوب شده، آن هم مصلوب شده را فراموش کنم. من با ضعف و یا ترس و لرز به میان شما آمدم و سخن و پیام خود را با دلایل مجذوب کننده فلسفی بیان نکردم، بلکه آن را با روح مقدس، یعنی روح عیسی مسیح و قدرت او به ثبوت رساندم، تا ایمان شما بر قدرت خدا متکی باشد نه بر فلسفه انسانی. فلسفه انسانی، حکمت انسانی، کوشش های انسانی ما را تا کجا میتونه ببره؟ هیچ جای. و اما قدرت خدا، صلیب عیسی مسیح، ایمان بر عیسی مسیح که او یگانه نجات دهنده است و او به خاطر گناهان ما انسان ها مصلوب شد، او ای قربانی را داد و او کفاره گناهان ما را پرداخت، مرد، دفن شد، در روز سیوم از مردگان برخاست. ایست قدرت خدا و ایست
یگانه وسیله نجات انسان، نه خواستن معجزه ها، نه فلسفه های انسانی و یا چیزهایی که ما کوشش کنیم به کوشش های خود به خدا برسیم، امکان نداره، امکان نداره، چون ما گناهکار هستیم. خداوند قدوس است، بین قدوس 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 خدا و ما انسان های گناهکار خلیج عظیم گناه و تاریکی و مرگ قرار داره. اما عیسی مسیح آمد که اونمو پل شوه، او آمد که او پل شوه تا که ما بر او تکیه بکنیم، تا ما متکی بر او باشیم، تا ایمان شما بر قدرت خدا متکی باشد. پولس رسول میگه نه بر فلسفه انسانی. ایست پیام صلیب عیسی مسیح که او شما را دوست داره و میخواهد که شما به او ایمان بیارین و نجات بیافین از طریق عیسی مسیح، چون یگانه راه به سوی خدا، یگانه راه به سوی خدا پیش عیسی مسیح آمدن است. اما قسمی که او میگه که پیش ما بیاین و ما برای شما آرامش میتم، ما راه راستی و زندگی هستم، هیچ کسی جز به وسیله ما نزد پدر آمده نمیتانه. و دعای ما امروزی است که خداوند تمامی ما را برکت بده وقتی که ما در مورد صلیب عیسی مسیح صحبت میکنیم. موضوع امروز ما هست بهای محبت. بله، برای ما انسان ها نجات خدا کاملا مفت است، فقط بیاییم و بگیریم. و اما بر خدا بها داشت، یک قیمت داشت که او پرداخت بر صلیب. بر صلیب او پرداختی را با جان خود، او مصلوب شد. برای خدا مفت نبود، برای ما مفت است. پس ما نادیده نگیریم این تحفه عظیم خدا را. دعای ما ایست که خداوند ما را برکت بده تا که ما عمق محبت خدا را امروز درک بکنیم. ما دعا میکنیم بر تمامی وطندارای ما که خداوند صلح عیسی مسیح را برای شما بده. خداوند حکمت خود ببارانه و فیض خود جاری بکنه. خداوند خادمش برادر نور آقا جان برکت بده وقتی که او زبان خود واز میکنه. بگذار ای خداوند روح مقدس، بگذار که تو کار فرما باشی و حکمت تو باشه که جاری شوه از دهان برادر عزیزم، از قلبش. و بگذار که وطندارای عزیز ما وقتی که کلام تو را میشنون، کلام تو داخل قلبشان بره تا که ای باعث نجاتشان شوه. به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. برادر عزیزم نور آقا جان، مانده نباشی وطندار. جور باشه سنجان، تشکر، شما منده نباشین. بسیار تشکر، بسیار تشکر برادر عزیزم. چقدر عجیب است، چقدر عجیب است. قبل از شروع شدن از این برنامه کتی از این اعضای برادرها و خوارایی که کمک میکنه ما را پشت کامره هستن و در استودیو هستن و غیره، من میگفتم که اگر عیسی مسیح مصلوب نمیشد و اگر عیسی مسیح به خاطر گناهان ما کفاره داده نمیمرد و پس زنده نمیشد، اگر عیسی مسیح خداوند زنده نمی بود، آمدن ما در اینجا کاملا بیفایده و احمقانه بود. و واقعا چقدر لازم است که ما بالای ازی فکر بکنیم که خدا را شکر است که او این کار را برای ما واقعا انجام داد. و تشکر از این که شما امروز کلام خدا را برای ما بخش میکنین. موضوعتان هست بهای محبت، واقعا او یک بها پرداخت. آمین آمین. واقعا بهای محبت عیسی مسیح خداوند بر تمامی بشر پرداخته. و ما هم به نوبه خود بر تمام هموطنان عزیز خود سلام و احترام تقدیم میکنم و از خداوند میطلبم که شما دعا کنین حسین جان که خداوند چشم دل ما را باز کنه تا این محبت عظیم خدا را که بهایش عیسی مسیح بر ما پرداخته، ما ای را بفهمیم، درک کنیم و او را در قلب خود بپذیریم. و پیش از همه ما امروز بازم سارا جان همراه خود داریم و میخواین که یک شعر مقبول بخوانن و بعدش همچنان ناظر هستن که از
از کلام خدا هم قسمت را که میخواییم امروز بخوانیم، بله، او را هم از کتاب مقدس برای ما و شما بخوانند. بسیار خوب، بسیار خوب. بفرمایین خواهر عزیز من سارا جان. سلام، ما بر شما و شنونده عزیز ما میرسانم. تشکر. بازم ما میخواییم بر وطندارای عزیز ما یک شعر بخوانم که این شعر از کتاب دیوان محبت است و شاعرش قراجداغی است. بله. و نام شعر است معجزات دار عیسی. آمین آمین. بفرمایین خواهر عزیز من. تا که عیسی بر فراز دار گشت، دار عیسی مظهر اسرار گشت. شعله شد در میان جان ما، آفتاب روزگار تار گشت. داستان مرگ را از هم درید، زندگی را سرور و سالار گشت. در را تنها همو آمد طبیب، ای خوشان که بهر او بیمار گشت. بر دل آمد تا نسیم مژده‌اش، دیده دل تا ابد بیدار گشت. هللویا. آمده عیسی برای یاوری، هر کی هستی با تو آمد یار گشت. می نشیند در کنارت روز و شب، جان تو گر مایل دیدار گشت. هللویه. گرچه دشمن بر سرش خاری نهاد، گل شد عیسی دشمن او خار گشت. هللویه. معجزات دار عیسی را ببین، خالق صدها هزاران کار گشت. تشکر. بسیار بسیار تشکر از شعر بسیار مقبولتان خواهر عزیز. واقعا عیسی مسیح چقدر برای ما عظیم است وقتی که ما فکر میکنیم. هرچی که شعر بخوانیم، هرچی که بنویسیم کم هست. باز هم بسیار تشکر از این شعر زیبا. بله، واقعا. بله، قابل تشکر است. خدا کنه که وطندارای عزیز ما از برکت بگیرن اتمن، از این شعر. حتما ما برکت گرفتیم شخصا و من ایمان دارم که برکت گرفتن. بسیار تشکر خواهر ساره. خب حسین جان، وقتی که شما امی عنوان پیام امروز ما را بر ما یادآور شدین، ما را بسیار خوش آمد بهای محبت. و شاید شما مخوانده باشین کتاب را به نام بهای محبت که نوشته دهقانی تفتی است. بله بله. و بسیار کتابی که واقعا ما تشویق میشم و چندین بار او را خواندیم، در مورد بهای محبت که عیسی مسیح پرداخته. و این موضوع ما را به یاد آورد و بعضی جایی را که من امروز میخواهیم بخش کنم از امون کتاب گرفته شده و ما باور دارم که هموطن عزیز ما امروز برکت میگیرن. اطمان خدا را شکر. خب دوست عزیز، غیر از واقعی مسلوب شدن عیسی مسیح دیگه هیچ واقعی در تاریخ بشر نیست که و نبوده که بسیار قابل اهمیت باشه و ما سرش فکر کنیم. شاید بسیاری کسی وقتی که من یه گپ میزنم فکر کنن که در تاریخ بشر خب واقعات بسیار زیاد رخ داده. شما چطور این گپ میزنین که واقعی مسلوب شدن عیسی بزرگترین واقعی از تاریخ بشر، و ضمن مسلوب شدن عیسی مسیح رستاخیز عیسی مسیح هم در پالویش هم یک موضوع است؟ بله. چرا؟ به خاطر که اگر مسیح در سر صلیب نمی مرد، همونطور که شما گفتین بیشتر، اگر مسیح در سر صلیب نمی مرد، پلان خدا در آفرینش نامکمل می ماند. بله. درست است. و مردم بر ابد هلاک می شدن. و خدا را شکر می کنیم که امروز در سراسر دنیا ما می بینیم که پیروان عیسی مسیح با وصف مشکلات ها و شکنجه های زیاد اینا زیاد شده می رن و کلیسای خداوند است و خداوند در جماعت های بزرگ دنیا در سراسر دنیا عبادت و پرستش میشه و از کلیسا روشنی و محبت و نور خدا میتابه به چهار طرف. گرچه که چهار طرف تاریک است، اما امی کلیسا است که میدرخشه. و ما ایره از دل جان دوست عزیز برتان میگیم
از تجربه ایمان خود میگیم که واقعا پیام صلیب پیام محبت و آشتی و صلح و دوستی است. آمین. یعنی که بدون صلیب و پیام صلیب ما هرگز نمیتونیم که محبت خدا را درک کنیم. بله. خدا را بشناسیم و محبت خود را درک کنیم و نجات ابدی را به دست بیاریم. بله. دوست عزیز، ما وطندار گل، ما از شما یک سوال دارم که چرا عیسی را عیسی مسیح میگن و کتاب مقدس هم عیسی را من حیث مسیح معرفی میکنه؟ من نمی‌فهمم که شما چی فکر میکنی، ولی ما از کتاب مقدس وقتی که مطالعه میکنیم کتاب مقدس به این نتیجه میرسیم و میفهمیم که عیسی مسیح به خاطر مسیح خطاب میکنه. یگانه مسیح است، یگانه مسیح در تاریخ بشر و او مسیح باقی خاتمان به خاطر که عیسی بر قربانی شدن به دنیا آمد. بله. و بر قربانی شدن او مسح شد. بله. مثل که تا امروز بسیاری مردم حیوانات برای قربانی شدن مسح میکنن و عیسی مسیح یگانه شخص بیگناه به خاطر تمامی گناهکارا یک بار و بر همیش بر همگی جان خود در سر صلیب فدا کرد. آمین. چرا مسیح در سر صلیب قربان شد؟ به خاطر که مسیح در مرگ خود در سر صلیب قدوسیت یعنی پاکیزگی، عدالت و محبت خدا را به شکل بسیار بهترش، یعنی به بهترین شکل به ما آشکار ساخت. بله. درست است. بله. وقتی میگیم قدوسیت خدا را یعنی مقدس و پاک بودن از او را. بله. عیسی مسیح و کاملا پاک و بیگناه بود. و عدالت خدا را یعنی که ما باید که به عوض از او باید کشته می شدیم، می مردیم. بله. و مطابق عدالت خدا و محبت خدا، یعنی که او اینقدر ما را محبت کرد که جان خدا بر ما فدا کرد. آمین آمین آمین. هللویا. وقتی که میگیم که صلیب یگانه راه نجات بشر است، بسیاری از دوستای ما پرسان میکنن که چرا خدا از یک طریقی دیگه ما را نجات نداد که صلیبی کار کرد. بله. درست. در جواب ما میتونیم بگیم که مطابق فرموده های کتاب مقدس در مصلوب شدن مسیح خدا دانش و حکمت نامحدود خدا به ما نشان داد. ما هللویا. آمین آمین آمین. نور آقا جان، به اجازه تان هم یک تلفن میگیریم از وطن. یک برادر تلفن کرده، به اجازه تان بفرمایید. برادر جاوید، مانده نباشی، وطن داری عزیزیم روی خط هستین، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم سیب، چی حال دارین؟ خوب بخیر هستین؟ سلام. هلو، میشنویم آوازتان، بفرمایید. بله، چرونه، از عموتن عزیز جورستین، بخیر. بسیار تشکر، بسیار تشکر، خدا را شکر میکنیم. بفرمایید برادر عزیزیم. ما به دوستان و پیشتر به دوستان گفتم که من به افغانستان هستم فعلا، به ولایت مزار. بله. مجه دو ماه پیش به چیز شما رو آورده بودم اینجا، ولی فعلا مجه به یک حالت بد قرار دارم. میخواهم مرا بکشن. من میخواستم از چنل شما رو بمیم. مفتم بیت به دوستان زنگ دیم تا مرا. برادر عزیزم جاوید جان، ما تلفنتان قطع میکنم به خاطر از اینکه این قراری که خودتان گفتین که جانتان به خطر است و غیره، و بسیار لازم است که ما سر از این توجه کنیم. برادر عزیزم وطندار گلیم، ما متوجه باشیم که در افغانستان هستیم، ایماندارا بسیار زیاد هستند در افغانستان، تنها شما نیستین که به عیسی مسیح ایمان آوردین. خدا را شکر میکنیم اما که شما به عیسی مسیح ایمان آوردین، و اما باز هم محتاط باشین. یگانه کاری که ما میتونیم برای شما ایست که ما دعا کنیم برای شما، دیگه کاری متاسفانه ما نمیتونیم به جز ای که ما برای شما دعا کنیم. و اما ضمناً ما میخواییم به حیث یک وطندار و به حیث یک مؤمن عیسی مسیح شما خواهش کنیم که محتاط هم باشین،
و در دعا باشین که خداوند بر شما مکاشفه کنه تا که کسی در رابطه که شما بتانه رابطه بگیره. ما نمیفهمیم که کی، ما نمیفهمیم که چطور، و اما خداوند میفهمه ایره. خداوند از حالتتان آگاهی کامل داره. بسیار تشکر از تلفونتان و باز هم تشکر. برادر نور آقا. بله بله. بفرمایید برادر عزیزم. خداوند جانی برادر ما را در حفظ و آمین. امانت خود داشته باشه. آمین. و برکت بدهش. آمین. خب گفتیم که در مصلوب شدن مسیح خدا دانش و حکمت بسیار نامحدود خود به ما نشان داد که عقل بشری هرگز نمیتونه قبول کنه که خدا راه نجات بشر به این شکل، یعنی از طریق صلیب مهیا میکنه. این خارج از عقل ما است، ولی خداوند حکمت خدا کاملا در صلیب عیسی مسیح بر ما آشکار ساخته. به چی معنا؟ به این معنا که خداوند از طریق فیض خود امین نجات ابدی را بر ما مهیا ساخته. و همونطور که ما در رومیان میخوانیم که و شما در آغاز گفتین که پیام صلیب پیام نجات است. بله، پیام صلیب پیام نجات است و خدا از حکمت خود بله. مطابق حکمت خود راه نجات از طریق صلیب عیسی مسیح بر ما آشکار کرد. آمین آمین هللویا. و دیده میشه که موضوع مرگ مسیح در سر صلیب هم از دیدگاه نبوت، یعنی اینه که ما چطور بگوییم که حکمت و دانش خدا در سر صلیب بر ما آشکار شده، ما می‌بینیم که خدا از آغاز آفرینش، در آغاز آفرینش وقتی که انسان از امر خداوند بی‌اطاعتی میکنه و به گناه غرق میشه و به طرف هلاکت روان میشه، خدا وعده میکنه که کسی را میفرسته که او نجات دهنده بشر میشه و او ما را نجات میده، که نه به حکمت و نه به کوشش خود ما، بلکه به مطابق وعده خدا که در کلام خدا ما او را میخوانیم. و پذیده میشه که موضوع مرگ مسیح در سر صلیب هم از دیدگاه علم الهی که نبوت شده، نبوت های بسیار زیاد پیشگویی های شده در مورد آمدن از او، و هم از دیدگاه تاریخی یک پلان کامل خدا بود بر نجات بشر. کتاب عتیق یا نوشته های پیغمبرا پر از نبوت ها و پیشگویی های است که در مورد مرگ مسیح ما میخوانیم. مثلا اشیای از کتاب اشیای نبی فصل 53 اگر شما بخوانید حسین جان از آیت 3 تا 6 بسیار خوب خواهد شد. فصل 53 رو گفتین؟ بله بله. از آیت، از کدام آیت تا کدام آیت برادر؟ از آیت 3 الی 6. از آیت 3 الی 6 ما میخوانید نوشته است: پیش مردم خوار بود و او را رد کردند، اما او همه رنج و درد را متحمل شد. هیچ کس نمیخواست بر روی او نگاه کند، همه او را حقیر شمردند و ارزش برایش قائل نبودند. او غمهای ما را به جان خود گرفت و دردهای ما را بر دوش خود حمل کرد. ولی ما فکر کردیم درد و رنج او جزایی است که از جانب خدا بر او نازل شده است. او در حقیقت به خاطر گناه و خطای ما زده و زخمی شد. او جزا دید تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهای او ما شفا یافتیم. ما همه مثل گوسفندان سرگردان گمراه شده و بر راه خود روان بودیم، اما خداوند گناه همه ما را به گردن او نهاد. آمین آمین. پس می‌بینیم که در اینجا حکمت الهی نهفته است، یعنی حکمتی که از چشم آدمیان پوشیده بود، اما طور که ما در اول قرنتیان می‌خوانیم، و خدا او را از ازل بر جلال خود قرار داده بود و هیچ کس
هیچ شخصی که بتونه مطابق عقل خود این موضوع را درک کنه هرگز نمیتونست که درک کنه. و همونطور که میخوانیم میگه چشمی که ندیده، گوشی که نشنیده و در دل انسان هرگز نگذاشته، خدا بر دوستارای خود تیار کرده بود و این نجات از طریق عیسی مسیح بر ما مهیا کرده. و از نگاه تاریخی اگر فکر کنیم، مطابق تعلیمات و اعمال عیسی مسیح، کلیسای زو که تقریبا 2000 سال پیش شروع شده و رشد کرده و تا فعلا هم استوار است، چیزی که انسان نمیتونه او را انکار کنه، فعلا خصوصا که در مدت قرنهای زیاد کلیسا زحمات زیاد دیده، امروز میبینیم که در سراسر دنیا ایماندارا زیر شکنجه و چیز جفا قرار دارن، ولی با اسفازی هم کلیسای مسیح برقرار است و رشد میکنه و همه روزه هزارها نفر به عیسی مسیح ایمان میرن و نجات پیدا میکنن. و این دعا و پرستش خداوند در کلیساها در سراسر دنیا انجام میشه. پس از نگاه تاریخی ما اگه ببینیم، پیام صلیب پیام حقیقی است واقعا. آمین آمین آمین، هللویا، خدا را شکر میکنیم. و وقتی که ما در مورد صلیب فکر میکنیم، خصوصا در بین برادرها و خواهرای مسلمان که میگن که عیسی مسیح مصلوب نشد، و اما کلام خدا که قدامت بسیار زیادتر داره برای ما، بسیار ایرا یقینی میکنه، میگه که مسیح مصلوب شده. اگر مسیح مصلوب نشده باشه، پس امی تمامی دکترای مسیحیت کاملا هیچ است، به خاطر از اینکه تمامی پایه ایمان ما، پایه ایمان مسیحیت بر عیسی مسیح و بر نجاتی که او از طریق فدیه که او بر صلیب داد استوار است. بله واقعا. البته در این قسمت ای که دوستای ما چه فکر میکنن که چرا مثلا مسیح مصلوب نشده، ما میتونیم زیادتر در این مورد با کمی بهتر صحبت کنیم، ولی فعلا همه میخواییم بفهم بر دوستای خود بگیم که خداوند مطابق پلان خود امی صلیب بر نجات بشر مقرر کرده. آمین آمین آمین. و کتاب مقدس ایره میگه و ما باور داریم که خدا به زمین پایین آمده و در جسم انسان او سر صلیب رفته داوطلبانه و محبت ازلی و ابدی خود بر مردم ثابت ساخته در سر صلیب. چرا که ما با فکر و ذهن محدود انسانی خود نتانستیم خدا را به درستیش بشناسیم. بله. نتانستیم که با کلمات انسانی و ناکامل خود خود شخصیت خدا را، کاملیت خدا را بیان کنیم. از این خاطر او پایین آمد تا که خدا بر ما امی شخصیت خدا و محبت خدا بر ما آشکار بسازد. بله آمین آمین آمین. این چیز ما در فصل اول انجیل یوحنا میخونیم که هیچ کسی هرگز خدا را ندیده، اما آن پسر یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را به ما شناسانیده است. بله، یعنی عیسی مسیح خودش که از آسمان آمده او را بر ما کاملا شناختانده. بله بله آمین آمین. ما اکثرا حقیقت از دست دو سه و چهار و زیادتر از او به دست میاریم، درست است، و باور میکنیم، به ازمی خاطر به گمراهی قرار میگیریم. ولی عیسی مسیح شخص اول است که حقیقت در مورد خدای پدر کاملا بر ما آشکار ساخته. آشکار میسازه. بله درست. همونطور که در کتاب بهای محبت از زبان یک شاعر میگه که معشوقه چون نقاب زرخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی با تصور چرا کند. درست. اگر عیسی مسیح نمی آمد، ما فقط تصور میکنیم، هر کسی که هر چیز میگفت در مورد خدا ما باور میکنیم. بله. ولی همونطور که انجیل میگه، شاگردای عیسی مسیح میگه که ما او را دیدیم. بله. با او شیشتیم، با او غذا خوردیم، لمس کردیم. بله. لمس کردیم. بله بله. با چشم خود دیدیم. آمین. حقیقت خدا را، کلام خدا را. آمین. در
زایر شد برای ما. آمین. نور آقا جان یک سرود میشنویم، یک میوزیک میشنویم، و این میوزیک هسته عیسی با ریختن خون پاکش مرا داد نجات. آمین. واقعا چرا نخوانم سرود به نامش مرا او داد نجات؟ واقعا چرا ما نسراییم؟ زندگی مسیحی زندگی آسان نیست، زندگی بسیار بسیار مشکل است، زندگی بالای خارها راه رفتن است.
اگر کسی شما برای من بر شما میگه که وقتی که مسیح شدین زندگیتان بسیار آسان میشه، از هر طرف خوشبختی و غیره میباره، کاملا در اشتباه است. او تعلیم کلام مقدس کاملا او را رد میکنه. عیسی مسیح برای ما، خصوصا بر کسانی که شاگردایش هستند، میگه که اگر میخواین از پشت ما بیاین، هر روز صلیبتان گرفته بیاین و ما شما را مثل گوسفند، مثل گوسفندا بین گرگا رای میکنم. گرگا با گوسفندا دوستی نمیکنه. اذیت و آزار و شکنجه مسیحیا و زندانی شدن مسیحیا در سراسر دنیا و خصوصا این شیخ بسیار کلان و مفتی کلان سعودی عرب وقتی که گفت که در تمامی منطقه عرب زمین و یا کشورهای عربی تمامی کلیشا را باید از بین ببریم، این گپای بسیار کلان است، این گپایی است که شیطان میخواهد برخلاف مسیح و صلیب مسیح بجنگه. پس زندگی مسیحی زندگی آسان نیست در این دنیا. زندگی شادمانی هست و اما شادمانی که دارای صلیب است. ما در غم خود از غم خود خوشی ها را برای مردم بخش میکنیم. خود ما مشکلات داریم و اما میخواهیم که مشکلات دیگر از کلام خدا حل بکنیم. عیسی مسیح به خاطر از این که جاودانی را، زندگی جاودانی را، خوشبختی واقعی را برای ما بته، او جان خودش داد. کلمه جمعه مبارک، جمعه مبارک که نمی جمعه آمده نیست، در سراسر دنیا خصوصا در غربی را گود فرایدی میگن. در فیسبوک مطالعه میکردم، یکی از دوستای ما نوشته کرده بود که یک کارتون جور کرده بود که یکی از این کاراکترها گفت که امی گود فرایدی را چرا گود میگن، یعنی جمعه خوب چرا میگن، جمعه نیک چرا میگن، در او خو خداوند ما مسلوب شد، او خو جمعه بد باید باشه. شخص دیگه برش میگه که اگر تو در بدترین موقعیت قرار داری و در دم مرگ قرار داری و یک کسی میاد تو را نجات میده، برای تو اون روز خوب روز است یا بد روز؟ گفت خوب روز است. پس از همین خاطر است که او جمعه درست است، خداوند بها پرداخت بر صلیب، برای خداوند مفت نبود و اما برای ما نیکوست. از همین خاطر جمعه نیکوست، جمعه مبارک هست، چون عیسی مسیح بر صلیب به خاطر گناهان ما فدا شد. و اما داستان در امیج خلاص نمیشه. اگر عیسی مسیح مصلوب شد و مرد، تنها مرد، در این مسئله حل نمیشه. و اما او در روز سیوم قیام کرد. قیام عیسی مسیح است که مرا شادمانی ابدی میده. خدا را شکر میکنیم. از همین خاطر است که سرود نوشته شده، چرا نخوانم سرود به نامش مرا او داد نجات. برادر نور آقا، بله چقدر سرود پرمعنا. بله واقعا ما امید نجات است و امید آسمان است که ما خوشی میکنیم. خوشی ما خوشی قلبی است. آمین. در جسم خود ما زجر و ظلم و آزار دنیا را میبینیم، ولی در روح خود ما شادمان هستیم. هللویا. عیسی مسیح آمد که طبیعت الهی را که محبت است، محبت محض، بر ما نشان بده. و وقتی که محبت با مخالفت روبرو میشه، وقتی که ما محبت میکنیم و کسی مخالفت میکنه به او، غیر از تحمل درد و رنج دیگه چاره‌ای نداریم. و عیسی مسیح وقتی که محبت از او با مخالفت روبرو شد، غیر از تحمل درد و رنج دیگه چاره‌ای نداشت. همونطور که بازم به این کتاب بهای محبت میخونیم که میگه ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق. ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق. گفتم ای خواجه غافل، هنری بهتر از این؟ آه آه آه
چقدر درست. راه کیسه مسیح تایی کد واقعا راه درد است، راه رنج کشیدن برای دیگران. آمین. و به مرگ و فداکاری، که به مرگ و فداکاری از این تمام شد. آمین. و او مرد تا ما زندگی کنیم. بله آمین. و ما شاگرد و ما شاگردایش باید این کار را بکنیم. اگر رنج و درد بر ما می آید، ما باید تحمل کنیم، چون ما از آقای خود کده بالاتر نیستیم. نور آقا جان، یک تلفن می گیریم از نوید جان از دبی تلفن کردن، به اجازهتان. بفرمایید. نوید جان، مانده نباشی، وطن دار عزیزیم، چی حال داری؟ سلام علیکم. سلام علیکم سیب، روی خط هستین؟ بفرمایید. بسیار بسیار تشکر. شما خوب هستین؟ جور هستین وطن داریم؟ سلامت باشید، زنده باشید. سوالی داشتین، چیزی گفتنی داشتین، بگوین برادر عزیزم. ببخشید، ما در دبی زندگی میکنیم، شما رو بسیار وقت میشه میبینیم، علاقه مندی پیدا کردیم. خدا را شکر میکنیم نوید جان، خدا را شکر میکنیم. چیزی سوال دارین، چیزی گفتنی دارین، بفرمایین. من میخواستم در این باره معلومات کامل حاصل کنم. چی اقام معلومات کامل حاصل کنم؟ بسیار خوب نوید جان، اگر شما بسیار بسیار خوش میشیم که ما کت شما رابطه برقرار کنیم، و ما حتما بعد از این برنامه شخصا بر شما زنگ میزنم اگه اجازه تان باشه، کتان گپ میزنم در مورد ایمان مسیحی. اگر اجازه شما باشه، شاید تلفنتان پیش شما ثبت شده باشه و ما برتان زنگ میزنم، درست است؟ بله. بسیار درست است. بعد از برنامه خلاص شد، برای حتما من زنگ میزنم شخصا برای شما. اگر شماره تان ثبت شده بود، اگر نشده بود، خواهش میکنم یک ایمیل بفرستین، شماره تان بفرستین، و در اون صورت هم من کتان تماس میگیرم اینمی امروز یا اینمی هفته. و اگر شماره تان ثبت شده بود، من اینمی امروز بعد از برنامه کتان نوید جان حتما تماس میگیرم، و ضمنا میخواهیم که شما معلومات زیادتر فراوانتر از وبسایت watandar.com حاصل بکنین، و یا www.afghantv.com afghantv.com در اوجه هم از طریق اینترنت شما میتونین رابطه بگیرین. بسیار تشکر. بسیار تشکر از تلفن. بله. خواهش میکنم. بسیار تشکر برادریم. بعد از برنامه کتان تماس میگیریم. خدا را شکر میکنیم برادر نور آقا. وطندارای عزیز ما بارها تلفن میکنن. من یک روز در مغازه بودم، باور کن 5 تلفن گرفتم در ظرف 2 ساعت از وطندارای ما که در مورد عیسی مسیح میخواین بفهمن. یک درایور، یک تکسیران در میجه در آمریکا تلفن کرده بود، میگفت که من میخواهیم که کتاب مقدس بخونم، برای ما بگو. اول خدا را شکر میکنیم که او در رابطه است کت برادر عزیز ما ابراهیم جان، و کچان از در مورد کلام خدا بخش میکنن. و اما چقدر خدا را شکر میکنیم نور آقا جان. بله آمین. یعنی ما اگر همونطور پیشتر ما گفتیم که اگر خداوند خود بر ما آشکار نمی ساخت، ما هرگز نمیفهمیدیم که چگونه خدای است. و تا وقتی هموطنهای ما تا وقتی که در مورد عیسی مسیح شناخت نداشته باشند، بسیار مشکل است که درک کنند که محبت مسیح را، و بگویند که واقعا این راه درست است. و همون قصه هایی را که شنیدن و نمون را باور میکنند. بله. پیشترم شعر را که گفتم، نیم معشوقتشون نقاب زرخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی با تصور چرا کند، هر کس مطابق مفهم خود. خب به هر صورت سر موضوع میم، سر اصل موضوع، که متاسفانه بسیاری کسا در قسمت مصلوب شدن عیسی مسیح اختلاف دارن، میگن که عیسی مصلوب نشده. اما کمی دقیق شیم، کلام خدا را بخوانیم، ما میبینیم که چقدر این موضوعات یکی تایید کننده دیگه است، و چقدر پیشگویی های در این مورد شده در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح در سر صلیب و قیام از روی مرده ها، و این حقیقت دارد. از همه اولتری که ما همه ما میفهمیم
و کتاب مقدس هم بر ما میگه که عیسی کاملا بیگناه بود، ولی باز فیام امو کرانای قوم یهود یا ملاهایشان و کسایی که پیرو از اونا بودن با عیسی مسیح مخالفت کردن، چون که مقام و منزلتشان در خطر افتاد تا ای که خواست نور سر از سرای خود بردارن. اما عیسی در وقت گرفتاری و محکمی خود آرام بود و به این شکل شرارت و گناه آدمی را در آرامی آشکار ساخت. بله. که چقدر انسان شرور است. و صلیب عیسی مسیح صلیب عیسی فجیع‌ترین زشت‌ترین واقعی تاریخ بشر است که بله. هیچ امکان نداره که این کار شوه. بله. یک شخص بیگناه برای گناهکارا و دشمنانش جان خود فدا میکنه، به اندازه که حتی در سر صلیب بر دشمنان خود میگه که در پایین صلیب بودن و به طرفش تمسخر میکردن، بر از او دعای خیر میکنه. از این که دیگه فلسفی عالی که عیسی مسیح در سر صلیب بر ما مانده، دیگه ما چی میتونیم که این کار کنیم؟ چرا ما این کار کنیم؟ دیگه از این که دیگه تعلیم عالی، از این که دیگه راه درست و معقول در کجا میتونیم که پیدا کنیم؟ در کدام کتاب و فلسفه میتونیم که پیدا کنیم؟ آمین آمین آمین. یک تلفن میگیریم با اجازتان از مسیحا جان از نروژ زنگ زدن. مسیحا جان مانده نباشین، روی خط هستین، چی حال دارین؟ الو برادر نازنینم، کشیش حسین نازنین، درود بر شما. درود بر شما برادر عزیز. بسیار تشکر برادر عزیز، بسیار تشکر. بفرمایید برادر. از دست خداوندمون بهتون تبریک میگم. بسیار تشکر، بر شما هم تبریک میگم وطنداری عزیز. ممنونم، زنده باشید. خوشیانه رو تقدیم کنم بهتون. بفرمایید. خوشیانه گوییم همه یک صدا، هللویا خدا را، مقدم او مبارک به اورشلیم هوشیانا. با اورشلیم رؤیا باید کنون سفر کرد، تا که به احترامش باشیم در سناما، سرود فیض بخوانیم در ساحت ورودش، دستها رو بالا بریم با اتحاد در دعا. امروز روز فیض است، خوشا به حال انسان، انسانی که به قلبش دعوت کند مسیحا. به شهر فیض پادشاه آمده بحر گدا، تا که گدایان شوند شاهزاده کبریا. آمده تا که ما را فرزند اقدس کند، در فکرها نگنجد این همه شور و نوا. خوش آمدی خداوند امروز به شهر موعود، تا با خون قدوس زنده کنی آدما. جلال و انام خداوند شما نازنین دوستون داریم خدا. تشکر برادر عزیزم، خدا را شکر، واقعا خدا را شکر. برادر نور آقا بفرمایید برادر. بله. خدا را شکر واقعا. خب من می‌خواستم که سارا جان که همین بخش بی چیز فصل 23 انجیل لوقا از 26 تا 49 بخونه. وقت داریم خیلی جان؟ کمی وقت داریم، فکر میکنم میتونن بخونن. بله بفرمایید سارا جان. بله. انگامی که او را یعنی عیسی را برای مصلوب شدن میبردن، مردی را به نام شعمون که اهل قیروان بود و از صحرا به شهر میآمد گرفتند، صلیب را روی دوش او گذاشتند و او را مجبور کردند که آن را به دنبال عیسی ببرد. جمعیت بزرگی از جمله زنانی که به خاطر عیسی به سینه خود می‌زدند و ماتم می‌کردند از عقب او آمدند. عیسی رو به آنها کرد و فرمود: ای دختران اورشلیم، برای من اشک نریزید، برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید. بدانید روزهایی خواهد آمد که خواهند گفت خوشا به حال نازایان و رحم‌هایی که طفل نیاوردند و سینه‌هایی که شیر ندادند. آن وقت به کوها خواهند گفت بر روی ما بیفتید و به تپه‌ها خواهند گفت ما را بپوشانید. اگر با چوب تر چنین کنند، با چوب خشک چی خواهند کرد؟ دو جنایتکار هم برای مصلوب شدن با او بودند و وقتی به محل موسوم به کاسه سر رسیدند، او را در آنجا به صلیب میخکوب کردند. بله. آن جنایتکاران را هم با او مصلوب نمودند. بله. یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او.
عیسی گفت: ای پدر، اینها را ببخش، زیرا نمی دانند چی می کنند. بالای لباس های او قره انداخته میان خود تقسیم کردند. مردم استاده تماشا می کردند و رؤسای آنها بارشخند می گفتند: دیگران را نجات داد، اگر این مرد مسیح و برگزیده خدا است، حالا خودش را نجات دهد. عساکر هم او را مسخره کردند و پیش آمده سرکه خود را با او تعارف کردند و گفتند: اگر تو پادشاه یهودیان هستی، خود را نجات بده. در بالای سر او نوشته شده بود: پادشاه یهودیان. یکی از آن جنایتکاران که به صلیب آویخته شده بود با ریشخند به او می گفت: مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده. اما آن دیگری با ملایمت به او جواب داد: با ملامت از خدا نمی ترسی؟ سر تو و او یک قسم حکم شده است. در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای اعمال خود می رسیم. اما این مرد هیچ خطایی نکرده است. و گفت: ای عیسی، وقتی به پادشاهی خود رسیدی، مرا به یاد داشته باش. عیسی جواب داد: خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. هللویا. تقریبا ظهر بود که تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا ساعت 3 بعد از ظهر آفتاب گرفته شده بود و پرده عبادتگاه دو تکه شد. عیسی با فریاد بلند گفت: ای پدر، روح خود را به تو می‌سپارم. هللویا. این را گفت و جان داد. وقتی صاحب منصبی که مسئول نگهبانی بود این جریان را دید، خدا را حمد کرد و گفت: در واقع این مرد بی‌گناه بود. هللویا. آمین. هللویا. هللویا. چقدر آیات واقعا طلایی در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح. بله بله. آمین. تشکر. خب تشکر سارا جان. و پس وقتی که ما بسیاری کسان میگن که عیسی مسیح در سر صلیب کشته نشده و از این قبیل گپا، وقتی که ما این در کتاب مقدس میخوانیم، ببینیم که با چی شکل عالی این گپا کلش ثبت شده، ثبت کتاب مقدس و ثبت تاریخ است. دوستا اگر خدا کس دیگه را در عوض عیسی مسیح میکشت، یعنی در سر صلیب کشته میشد و عوض عیسی مسیح، نه تنها پلان نجات بشر عملی نمیشد، بلکه بی‌عدالتی هم بود. بی‌عدالتی بود. خدای دروغگوی غیر عادل کار می بود. آخ. او برای بشر وعده کرد که مسیح را به خاطر گناه بشر روان میکنه که جان خود فدا کنه و قربانی گناه بشر شوه، و او یک کس دیگه را در سر صلیب میکوب کنه. این کاملا دور از عقل انسانی هم است. هللویا. هللویا. اما اگر ما به قربانی عیسی که یک بار و بر همیش بر تمامی بشر، بر هر کدام ما فرد جان خود، جان به گناه خود فدا کرده باور کنیم، دیگر به قربانی نیاز نداریم، چون که گناه های ما را خون عیسی مسیح میشه و پاک میکنه و ما شامل بهشت خدا میشیم. هللویا. هللویا. خدا را شکر. برادر عزیزم نور آقا جان، بسیار تشکر از پیام بسیار خوبی که دادین. از خواهر ساره هم تشکر میکنم، از شعری که خواندن و از آیاتی که از کلام خدا خواندن. خدا را شکر میکنیم. واقعا خداوند چقدر مهربان است، خداوند چقدر خدای مهربان است بر ما انسان ها. تشکر برادر عزیزم. تشکر از شما. اگر اجازه بدیم فقط یک آیت است که عیسی مسیح میگه، که عیسی مسیح خداوند میگه که به یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمیشود. بله. اگر بمیرد، دانه های بیشمار به بار میآورد. آمین. آمین. عیسی واقعا ثمر آورد و به مردم، به شمول خودم، به شمول شما و سنجا، بله، به شمول سارا جان و دیگر، بله، دوست ما حیات تازه و نو داد. خدا را شکر. هللویا. هللویا. خدا را شکر. بسیار تشکر. باز هم بسیار تشکر. واقعا دانه گندم عیسی مسیح گفت باید وقتی که کشت میشه بمره و بعد از او ثمر میاره، و عیسی مسیح مرد
اونمو دانه گندم مرد به خاطر ما و اما ثمر آورد. ببینین ببینین ثمر که آورده. متوجه باشیم که خداوند در کار است، خداوند کار میکنه در بین مردم ما، خداوند بین مردم افغانستان و ایران امروز کار میکنه. او خدای زنده است، او زندگی ها را تغییر میده. از یک کسی که به عیسی مسیح ایمان آورده و افغان است، از او بپرسین که زندگیشان قبلا چطور بوده و حال چطور است، و برتان او گواهی میده کاملا از طریق زمین برنامه و از طریق زمین کانال شما گواهی های بسیار زیاد از افغان ها را، از ایرانی ها را، از کرد و از برادرها و خوارهای ما که در او سرزمین هستن شما شنیدین که واقعا عیسی مسیح زندگی انسان تغییر میده، واقعا تغییر میده. او ما را از تاریکی به روشنایی خود میاره، او ما را از نفرت، از بغض، از کینه، از عدوت ما را به بخشش خود قرار میده. نه تنها او نیکویی خود برای ما میبخشه، نه تنها او برای ما را از جنجال تمامی گناه ها نجات میده، بلکه او از زندگی ما استفاده درست و استفاده نیکو میکنه. تا زمانی که ما این دنیا را ترک میگیم، خداوند نیکویش کت ما همراه است و از زندگی ما مردم برکت باید بگیره. همین زندگی مسیحی، زندگی مسیحی چیست؟ که از صلیب عیسی مسیح سرچشمه میگیره. صلیب عیسی مسیح یک وحشت است در اوجا، بله یک وحشت است که یک انسان بالای صلیب مصلوب بکنی، اما قربانی عیسی مسیح بالای از او صلیب برای ما یک راه قرار داده، صلیب برای ما یک نشانه قرار داده، چرا که نجات ما بالای از او صلیب بله تعیین شد. خداوند ای را صلاح دانست که او ای کار عظیم بکنه برای ما و برای ما انسان ها. ای واقعا عجیب است برای ما انسان ها. اما قسمی که در زبور شریف، در زبور 118 هم ما میخوانیم در مورد از این زبور نویس بسیار واضح میکنه در مورد از این، وقتی که او میگه که برای ما انسان ها ای واقعا بسیار بسیار عجیب است. چی میگه؟ سنگی را که معماران رد کردن، همان سنگ زاویه شده است، این از جانب خداوند شده است و در نظر ما عجیب است. این است روزی که خداوند ساخت، خوشی کنیم و شادمان باشیم. آه ای خداوند نجات ببخش، آه ای خداوند ما را موفق گردان. به نام عیسی مسیح آمین. در فیض او باشیم. تشکر. تنها دیم توی ای مسیح، تنها دیم توی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها دیم توی ای مسیح، تنها